مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از نیمه شب 20 سپتامبر یا 30 شهریور باز می‌گردند. وزیر خارجه آمریکا به بخشی از قطعنامه 2231 شورای امنیت اشاره کرده و گفته اگر کشوری برای تمدید تعلیق تحریم‌ها علیه ایران قطعنامه دهد، آمریکا آن را وتو خواهد کرد و اگر قطعنامه در کار نباشد، تحریم‌ها به صورت خودکار باز می‌گردند. تفسیری که شاید بسیاری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل با آن موافق نباشند. دو روز پیش بود که رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل و 13 عضو دیگر آن با اتکا به این استدلال که آمریکا عضوی از برجام نیست، با طرح این مسئله به عنوان دستور جلسه کاری شورای امنیت مخالفت کردند. آنچه شاهدش هستیم بی سابقه است. شاید از زمان تشکیل سازمان ملل این سازمان با چالشی اینچنینی روبرو نشده باشد. چالشی که بیش از آن که حقوقی باشد، سیاسی است. در این باره امشب بحث مفصلی خواهیم داشت، اما اول اجازه بدید برای تازه‌ترین‌ها بریم سراغ بهمن کرباسی، خبرنگار ما که از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، کمی بهمون راجع به جزئیات این توییتی که آقای پومپئو کرد بگو و بهمون بگو که به چه معنا خواهد بود. این تکرار همون موضعی است که دولت آمریکا، سفیر آمریکا اینجا در سازمان ملل در نیویورک هم گفته بود از وقتی که رسماً نامه آغاز شمارش معکوس 30 روز رو تحویل دادن و خود آقای پومپئو هم آمد اینجا دیدار کرد با چند مقام سازمان ملل و براین هوک، نماینده ویژه و هماهنگ کننده سیاست خارجه آمریکا در برابر ایران، هم در برابر همین سوال که خب چه خواهید کرد، همین بود که به نظر ما به محض اینکه ما این شمارش معکوس رو شروع بکنیم در پایان 30 روز تحریم ها باز میگره، کسی هم نمیتواند متوقفش کند، صرف نظر از شکایت ها و سرصداهایی که ممکن است اکثریت اعضای شورای امنیت بکنند. در این شکی وجود نداره که اون وقتی که اون پیشنویس تمدید تحریم های تسلیحاتی رو آمریکا داد، بنا نداشتن و انتظار نداشتن که تصویب بشه، میخواستن شکست بخوره که بعد بگوین که خب حالا که اون به نتیجه نرسید، ما راهی جز متوسل شدن به مکانیزم ماشه رو نداریم. اون چیزی که شاید یه مقداری از انتظارشون خارج بود، انتظار دولت آقای ترامپ و آقای پومپئو خارج بود، این مقاومت هم اعضای شورای امنیت، هم مخصوصا اروپایی ها در شورای امنیت و حتی از اون مهمتر رئیس دوره‌ای شورای امنیت، که شاید فکر نمی‌کردن تا این حد به صراحت بگویند که این چنین اقدامی رو از نظر قانونی مؤثر نمی‌دونند و در برابرش هیچ گامی برای پاسخ دادن به خواسته آمریکا بر نخواهند داشت. این یه مقداری فراتر از انتظارات دولت آمریکا بود و به همین جهت حالا با یه مقداری سنگ‌اندازی که انتظار نداشتن مواجه شدن، ولی از دید اونها در کل معادله چیزی رو تغییر نمیده، چون معتقدن این حق رو دارند که بیاین یه همچین مکانیزم رو فعال کنن، گوین که همونطور که خودشون بارها در گذشته گفتن عضوی از برجام دیگه نیستن. و فراتر از این، مقام‌های دولت آقای ترامپ از آقای پومپئو گرفته تا وقتی آقای بولتون که اون زمان در مشاور امنیت ملی بود، مخصوصاً در این مورد هم حرف زده بودن که ما با خروجمون از برجام دیگه از مکانیزم ماشه استفاده نخواهیم کرد، دیگه به ما ربطی نداره، اون مسئله ایست که اروپایی‌ها باید تصمیم بگیرن، اونهایی که در برجام ماندن. در اینچه در گذشته هم در کلام هم در بیانیه رسمی کاخ سفید گفته بودن که ما خارج شدیم و از این امکان استفاده نمی‌کنیم. در اینچه با وجود همه اینها میگوین حالا اگر هم تصمیم گرفتیم که استفاده کنیم، کسی نمیتواند جلوی ما رو بگیره. این وضعیتی است که درش قرار گرفتیم الان، با توجه به مخالفت شدیدی که اعضای شورای امنیت کردن. اونها اصرار دارن که صرف نظر از اون مخالفت میتونن از این امکان استفاده بکنن. وضعیتی هم هست که در چند هفته گذشته بارها راجع بهش صحبت کردیم، امکاناتی که آمریکا داره برای اینکه این کار رو انجام بده، به هر حال محدود نبود این امکانات و از یکی از اونها به هر حال استفاده شده برای اینکه این تحریم ها برگردن. در نظر بگیم اگر این تحریم ها برگرده در روز 20 سپتامبر یا 30 شهریور که آقای پومپئو میگه، فردای اون روز عملا چه اتفاقی خواهد افتاد، در حالی که بقیه اعضا حداقل مخالفت خودشون رو اعلام کرده بودن؟ فردای اون روز ما سردرگمی خواهیم داشت و مهمتر از اون، یادمون باشه که ارزش تحریم های سازمان ملل
به میزان اجرای این تحریم‌ها از سوی اعضا و کشورهای عضو سازمان ملل هست. وقتی اکثریت قاطعی مخصوصاً کشورهای مؤثر اروپایی، چین، روسیه و بخش بزرگی از جامعه جهانی این اقدام آمریکا رو یه نوع سوء استفاده از قدرت بدونه و با چنین مقاومتی هم صریحاً مواجه بشه، اونها عملاً اجرا نخواهند کرد و این رو قانونی نخواهند دونست. آمریکا هم میتونه بگوید که قانونی است و باید اجرا بشه، در نتیجه از دید آمریکایی‌ها تحریم‌های سازمان ملل برگشتن، از دید بقیه برنگشتن. در عمل چه خواهد شد بسته به این داره که اونهایی که معتقدن برگشتن چقدر حاضر بشن وارد صحنه بشن و این تحریم‌ها رو اجرا بکنن. ولی یادمون باشه که مؤثرترین و تاثیرگذارترین مخصوصا بر اقتصاد ایران تحریم‌ها تحریم‌های سازمان ملل نیست، اونها عمدتاً نمادینن تحریم‌های خود آمریکاست که همین الان داره به شدت و حدت اجرا میشه. در این چه خیلی مسئله این که چه تأثیری بر ایران میذاره مطرح نیست، بیشتر ارزش حقوقی و نمادینشه و امیدواری صریحی که تندروها در آمریکا دارن، مخصوصا طرفداران این سیاست آقای ترامپ، که این منجر به این بشود که تندروها در تهران این رو بهانه بکنن و رسما از برجام خارج بشن. امید اینه از دید آقای پومپئو و تیمش، اینکه به این تاریخ که برسیم یک واکنش تندتری از تهران بیاید که اون وقت دیگه به کل ساختار برجام طوری به هم بریزی که اگر آقای بایدن، اگر بزرگیست هنوز، ولی اگر آقای بایدن پیروز بشه نتواند این رو دوباره به این راحتی بازسازی بکنه. این هدف اصلی است. در نتیجه اینکه نهایتاً این تحریم‌ها اجرا بشه یا نشه حاشیه ماجراست. اصل این است که آیا می توانند به تندروها در تهران این احساس رو یا این بهانه رو بدهند که دیگر چیزی از این برجام نمانده، اون تحریم های نمادین سازمان ملل هم برگشته، و در مقابل اگر اروپایی ها و کشورهای دیگه بتونن قانع بکنن تهران رو که نه، برعکس، ما تونستیم در برابر آمریکا بایستیم و این تحریم ها برنگشته. ممنونم ازت بهمن کرباسی، همکارم از نیویورک با ما بود. و امشب در برنامه صفحه 2 بحث مفصلی در همین مورد خواهیم داشت با مهمانان برنامه: مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه که از نیویورک به ما پیوسته، همینطور همکارم کیوان حسینی از لندن با ما هست، و اینجا در استودیو پیروز مشتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی، که به ما پیوسته. خوش اومد میگم به همه آقایون. اجازه بدید آقای جلالی تهرانی با شما شروع بکنیم. بهمن اشاره کرد به مقاومت اعضای شورای امنیت در برابر اون طرحی که آمریکا برد و تلاش کرد که به شورای امنیت ببره. شاید اون مقاومت سنگین تر بود از آنچه که انتظار داشت از قبل. بسیاری در تهران از جمله آقای روحانی جشن گرفتن و اون رو پیروزی بزرگی خوندن، اما در نهایت امروز می‌بینیم که تحریم‌ها به هر حال، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، از نظر آمریکا داره برمیگرده. نگاه شما چیه به این مسئله؟ ببینید، این که حدس ماست که شاید مقاومت 13 کشور عضو شورای امنیت در حال حاضر برای آمریکا یه مقداری عجیب بوده یا بیشتر از حد انتظارشون بوده باشه، ولی میشه خانش دیگری داشت. در واقع این مسئله مکانیزم ماشه که حالا من نمیدونم این اصطلاح از کجا آمده، ولی اسنپ بک، یعنی برگشتن تمام تحریم ها، وقتی که نگاه میکنیم به این سیاست در تیم ترامپ، برخلاف اون چیزی که دولت ترامپ از ابتدا در واقع مدعیش بود و انجام میداد که شیوه های یک جانبه گرایانه بود، این سیاست چند جانبه گرایانه بود. یعنی همونطور که هممون شاهد هستیم، بدون اینکه آمریکا نیاز داشته باشه کشورهای دیگر رو در جریان بگذاره یا توافقشون رو جلب بکنه، تحریم های سنگینی یا علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد و کشورهای دیگه از جمله اروپا دیدیم، در مورد اینستکس، در مورد همه چیز دیدیم که مجبور شد که تبعیت بکنه، یا اون چیزی که در اصطلاح روابط بین الملل به بند وگنینگ معروف هستش، یعنی کوپه قطاری بشه که پشت سر اون لوکوموتیو در واقع راهی نداره به جز اینکه بره. به همین جهت این سیاست رو وقتی در مقایسه با سیاست‌های قبلی ترامپ قرار میدیم، میبینیم متفاوته. یعنی میاد برای برگشت تحریم‌های، یعنی تمدید در واقع تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی، رجوع می‌کنه به
شورای امنیت میتونست رجوع نکنه و این تحریم ها رو بذاره، کما اینکه سر این مکانیزم ماشه این کارو خواهد کرد. بعد اقبالی ازش نمیشه و در واقع در این رجوع در ظاهر امر شکست میخوره. البته آقای کلباسی به این موضوع اشاره کرد و به نظر من نکته مهمیه که شاید این یک اتمام حجت از جانب آمریکا بود، چون موضوعش یک موضوع اخلاقی است، یعنی قابل توجیه هستش برای خیلی ها. وقتی تحریم ها رو علیه مردم، وقتی تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی میگذارند، تحریم های کلی، بسیاری از مردم ممکنه که معترض باشن، بگن فشار به مردم میاد. ولی در مورد تحریم تسلیحاتی چون این چیزی نیستش، مشخصا در مورد خود جمهوری اسلامی است. پس از جهت اخلاقی و از جهت حقوقی توجیه قوی داشت و اگر کسی در مقابل این بایسته، خواه ناخواه اعتبار خودش رو یه مقداری زیر پرسش قرار میده. سه کشورهای مختلف از جمله اروپایی ها چنین کردن. آمریکا به صورت در واقع مالتیلترال یا چند جانبه گرایانه پیش رفت، نتیجه نگرفت، مکانیزم ماشه را باز در چارچوب حقوق بین الملل. کاری نداریم به اینکه الان یک دعوای حقوقی سر این مسئله هست، ولی به هر حال در این چارچوب اقدام کرد، در چارچوب حقوق بین الملل اقدام کرد، شورای امنیت اقدام کرد و گفتش که ما این مکانیزم را در واقع فعال میکنیم و عملا هم فعال خواهد کرد. کشورهایی هم که در مقابلش مقاومت میکنند به احتمال زیاد ناچار خواهند بود که از این تحریم ها تبعیت بکنند تا مورد تحریم خود آمریکا قرار نگیرند. ولی عملا از طرحی استفاده کرده، یعنی به سمت از همون قطعنامه 2231 استفاده کرده که حاصل برجام بوده و حالا قطعنامه‌ای که خود آمریکا میگه که عضوش، در واقع توافقنامه‌ای که آمریکا میگه عضوش نیست. خب عجیب هست. دقیقاً ببینید این یک دعوای حقوقی است. خب دو طرف داره. الان حالا میشه در موردش بحث کردش، من به هر حال حقوقدان نیستم، اما دعوای حقوقی اینه که آمریکا مدعی هستش که قطعنامه 2231 یک قطعنامه در چهارچوب شورای امنیت هست و یک قطعنامه معتبره و این سند حقوقی با سند برجام متفاوته، مستقل نیست، هم متفاوت هست. این ادعای آمریکاست. در قبالش اروپایی ها یا کشورهای دیگه ادعا دارن که نه، این دوتا به هم پیوسته است و اعتبار حقوقی کاملا پیوسته ای به هم داره. اما این دعوای حقوقی حل نخواهد شد. مسئله اینه، دعوای حقوقی حل نخواهد شد و این تحریم ها برخواهد گشت و در نهایت آمریکا یعنی منظورتون این است که آمریکا اون کاری که انجام داده غیر قانونی نیست؟ به هیچ عنوان غیر قانونی نیست و شاید کسی هم نمیتونه بگه که غیر قانونی. اجازه بدید اینجا نظر آقای مشتاقزاده رو هم بشنویم. ایشون هم میگن به هر حال به لحاظ حقوقی آمریکا از یک سازوکاری استفاده کرده که قانونیه. کجاش قانونی هست؟ بر اساس قطعنامه 2231، قطعنامه 2231 یادمون باشد که از درون برجام زاییده شد، موجودیتش وابسته به موجودیت برجام هست. وقتی آقای ترامپ از برجام میاد بیرون دیگه اون موجودیت رو قبول نداره و همین دلیل است که همه دنیا بهش گفت، نه من بگم، همه دنیا بهش میگه آقا شما وقتی از برجام اومدی بیرون نمیتونید از سازوکارهای مربوط به برجام استفاده بکنید. ولی ایشون میگه من این کار رو میکنم و عرض کنم وزیر خارجهشون هم مرتب داره صحبت از این میکنه که چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد. من یک نتیجه رو میخوام بگیرم قبل از اینکه به بحثای دیگه برسیم. فرض رو بر این بذاریم که آقای ترامپ موفق میشود و این تمام تحریم ها رو برمیگرداند. دوست ما گفتن که تحریم ها چون مربوط به تسلیحات میشود اهمیت زیادی برای مردم عادی ندارد. درست برعکس، تحریم ها در مجموع بخشی از سیاست فشار حد اکثری ایالات متحده امریکا روی جمهوری اسلامی است که به اقرار کارشناسان امریکایی، سرشناس امریکایی، این فشار حد اکثری ایران رو به دامن روسیه و چین انداخت و این تحریم ها اگر برگردد ایران بیشتر و بیشتر از همیشه وابسته به چین و روسیه خواهد شد. اون وقت اونجا رو آقای ترامپ میخواد چجوری جبران بکنه و اصلاح بکنه؟ اتفاقا در شرایطی که یک دعوایی هم به هر حال بین دعوای شدیدی هم بین آمریکا، چین و روسیه هم
در جریانه. خب الان ببخشید همین در ادامه همین بحث شما، همین کاری که الان دارد صورت میگیرد در حقیقت یک کار دیگه هم، یه نتیجه دیگه هم دارد، اونم اینه که دعوای امریکا و ایران رو که مستقیم رو در رو بوده است تبدیل میکند به دعوای امریکا با جهان. ولی آقای جلال تهرانی منظورش این است که تحریم هایی که اگه بگیم به صورت مستقیم روی زندگی و به لحاظ اقتصادی به خصوص زندگی مردم عادی ایران اثر گذاشته، تحریم هایی است که آمریکا اعمال کرده. این تحریم ها که مربوط به خرید و فروش تسلیحات به ایران میشه بر زندگی مردم عادی نقش نخواهد داشت؟ ببینید نقش نخواهد داشت. الان به شما عرض کردم مسئله سر این است که این تحریم ها بخشی از سیاست فشار حداکثری است که ایران رو به دامن چین فرو کرد. اونجا رو چرا نگاه نمی کنیم؟ وقتی ایران بیش از این بخواهد به دامن چین فرو بره، اون وقت نتیجه برای مردم ایران از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر از همه نظرها، نتیجه برای ملت ایران خوشایند خواهد بود، برای امریکا خوشایند خواهد بود، برای دیگران خوشایند خواهد بود. شما ببینید یک جانبه گراییه. تمام بحث‌های آقای ترامپ یک جانبه گرایی است. فقط میگوید من این کار رو میکنم و این کار رو خواهم کرد. من میخواهم که البته همین آقای پومپئو در ابتدای این سیاست فشار حداکثری گفت ما میخواهیم که ملت ایران رو به گرسنگی بکشونیم تا جمهوری اسلامی رو بگیرن تحویل ما بدن. تو رو خدا به سیاست نگاه بکن. اجازه بدید کیوان را هم وارد این بحث بکنیم. البته چیزی که کیوان با تو پیش از برنامه وقتی صحبت میکردم هنوز این صحبت‌های آقای پومپئو رو نشنیده بودیم. کیوان نمیدونم همچنان با ما هست یا نه. کیوان صدای من رو میشنوی؟ نه فکر میکنم کیوان صدای ما رو نمیشنوه. اجازه بدید برگردیم با آقای جلالی تهرانی. آقای جلالی، آقای مرشدزاده میفرمایند که نتیجه تحریم‌های آمریکا این بوده که ایران به دامن چین و روسیه رفته و خب قطعا میدونیم که الان با این شرایط این اتفاق بیشتر هم خواهد افتاد، با توجه به این که خیلی ها انتظار داشتن یا خود دولت مردان ایران انتظار دارند که بعد از اینکه این تحریم ها برداشته شد بتونن از چین و روسیه تسلیحات بخرن. بله ببینید این استدلال رو ما خیلی میشنویم. این استدلال نام دیگری هم داره به نام سلیپری سلوپ فلسی، یعنی مقالطه لیز خوردن. حالا نمیدونم به فارسی دقیقاً چی میشه معنی کرد، عذر میخوام از اینکه مسلط نیستم. ولی ما اگر یادتون باشه، من خودم دقیقا این مسئله رو یادمه، در جنبش سبز خیلی از اصلاح طلبان میگفتن که اگر آقای اوباما و آمریکا از مردم ایران و جنبش سبز حمایت بکنه، این بهانه میده دست جمهوری اسلامی که سرکوب بیشتر بکنه. اینکه عکس العمل یک بازیگر دیگه، یک پارتی دیگه در عرصه بین الملل چیست، البته مهمه. من این نکته رو که آقای مجتهدزاده اشاره میکنن نکته مهمی میدونم، ولی وقتی که ما یک قضاوت ارزشی میکنیم در حالا از دیدگاه لیبرال حداقل، نمیتونیم الزاماً بر مبنای اینکه واکنش دیگران چه خواهد بود یا جمهوری اسلامی ترور خودش رو افزایش خواهد داد، به دامن چین بیشتر خواهد پیوست یا هر چیز دیگه، بر مبنای این یک عمل مشخص رو قضاوت کنیم. برای من بیش از این که اهمیت بدم به اینکه جمهوری اسلامی به دامن چین یا به دامن روسیه خواهد افتاد بیش از این که هست، اهمیت من اینه که در همین دیروز، همین روزهایی که ما این خبرها رو داریم، عرب‌های اهواز خونه‌هاشون رو خراب می‌کنن. دختر بچه بلوچ میگن آب، اونا نیاز به آب دارن، آب براشون خطر میشه. دختر بچه بلوچ دو تا بچه خفه میشن در آب. یعنی جمهوری اسلامی کشور حکومتی نیست که بشه باهاش مدارا کرد، حکومتی است که باید تغییر بکنه و این برای بخش بزرگی از مردم مشخص هست. الان فشارهای زیادی است، این به هر حال یک زایمان دردناکی است بدون تردید، ولی هدفش تغییر جمهوری اسلامی گفته نیست. هدفش این است که رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده که در اون هم موفق نبوده ظاهرا. به اضافه اینه که ما نیومدیم اینجا. آقای افشار، من از دید خودم نگاه میکنم. من همین بحث اینه که ما از دید خودمون نگاه میکنیم. اجازه بدید.
بفهمید آقای ترامپ. خواهش میکنم. هدف من به عنوان یک شهروند ایرانی که میخوام به هر حال اون حدی که سهممه صدام در عرصه بین الملل هم شنیده بشه، چون الان ما در روابط بین الملل فقط با کشورها و دیپلماسی و وزارتخونه ها روبرو نیستیم، شبکه های اجتماعی، مردم، نهادهای مردم بنیاد، اینها هم الان بازیگران عرصه بین الملل شدن، با دنیای متفاوتی روبرو هستیم. من به عنوان یک شهروند ایرانی نگاه میکنم منافع من کجاست، منافع من تا چقدر تطبیق میکنه با سیاست خارجی آقای ترامپ که داره منافع خودش رو البته پیش میبره بدون تردید، ولی کجاها تطبیق میکنه کجاها تطبیق نمیکنه. در مورد تحریم تسلیحاتی من معتقد، من شهروند ایرانی، این بحث کارشناسی نیست، باید جلوی تحریم تسلیحات، جلوی خرید و فروش تسلیحاتی جمهوری اسلامی رو بتونم بگیرم، چون من نمیتونم بگیرم از یک ابزار بین المللی، یک کشوری که در این زمینه با منافع من هم مسیر هست استفاده میکنم. متوجه شدم آقای مشهدزاده، پاسخ شما رو بشنوید. ببخشید، ببینید، اول اینکه در اون بحثی که من عرض کردم این حد تحریم ها اگر تجدید بشود و برگردد بیشتر ایران رو به طرف روسیه و چین سوق میدهد، عرض کردم اول قضیه این نظر من نیست، گفتم کارشناسان برجسته امریکایی این رو اعلام کردن و اخطار کردن. دوم این است که من استنباطم این است که ما میاییم اینجا که مسئله مورد بحث را بشکافیم، حلاجی بکنیم، تجزیه تحلیل بکنیم، نه نظرات شخصی خودمون رو. بنده به آقای عرض کنم دوست ما میتونم قول بدم که در بسیاری از موارد من شاید بیشتر مخالف باشم با نظام حاکم در ایران، ولی من اینجا نیومدم که سیاست های خودم رو پیگیری بکنم و اشاعه بدم، من اینجا آمدم که ببینم مسئله چیست و تجزیه تحلیل بکنم که ملت ایران بدوند که در چه وضعیتی قرار گرفته است. شما بیشتر روی منافع ملی، منافع ملی، نه منافع سیاسی حزبی، منافع ملی، منافع ملی باید ببینیم چی هست. منافع ملی اون چیزهایی هستن، پدیده هایی هستن که به رفاه و بقای یک ملت کمک میکنن، رفاه اقتصادی، رفاه اجتماعی و امنیت سرزمینی و غیر ذالک. منافع ملی به هیچ وجه وارد این بحث نمیشود که آقای چه میدونم ترامپ کمتر آدم کشته است، آدم آقای مثلا فرض کنید حسن روحانی بیشتر آدم کشته است. منافع ملی این چیزها رو نگاه نمیکنه. منافع ملی این است که اون چیزی رو که یک ملت رو نگه میدارد، منفعتش رو تضمین میکند، حیثیتش رو تضمین میکند، امنیتش رو تضمین میکند و رفاهش رو تضمین میکند، اونها رو باید نگاه بکنیم. برگشتن هر کدوم از این تحریم ها، هر کدوم از این تحریم ها از ابتدا تا حالا بر علیه منافع ملی ایران بوده و هست و عمل کرده. خب فردای روزی که این تحریم ها برگرده، با توجه به اینکه اصولا اینا تحریم های آمریکا هم نیستن، روز تحریم های سازمان ملل هستن، فردای اون روزی که برگرده به نظر شما برای ایران چه تفاوتی خواهد کرد؟ به این جهت که آقای روحانی یکی از دستاوردهای بزرگ برجام رو همین تعلیق این تحریم ها میدونسته و الان اگه اونها برگرده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اون مسئله آقای روحانی، همینطور که آقای پومپئو، آقای ترامپ سعی میکنن که برای خودشون ضمن این بحثا تبلیغات سیاسی هم بکنن، آقای حسن روحانی هم میخواد برای خودش تبلیغات سیاسی بکنه و اعتبار کسب بکنه. نه، ببینید مسئله سر این هست که این تحریم ها ببخشید، این تحریم ها به ملت ایران تحمیل شده است از هر جهتی که نگاه بکنید. این ملت، این من هستم که بیشتر سال رو در ایران هستم، این من هستم که دچار گرانی و بحران اقتصادی عرض کنم حضور شما که غیر ذالک هستم. تحریم روی غذا، تحریم روی دارو، کدام اخلاقی رو میپذیره؟ من مطمئنم آقای جریان تهرانی الان خواهند گفت که تحریم ها روی غذا و دارو نیست، در عمل هست، در تبلیغات زبانی نیست، ولی در عمل. بنده در تهران انسولینی هستم، دیابتیک هستم، این دفعه نمیتونستم انسولین پیدا کنم. در عمل هست، منتها خب روش رو یه جوری درست میکنن، به قول عوام مالکشی میکنن که بتونن در بحث حرفشون رو پیش ببرن. مسئله سر این است که
یک شخصی به نام ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا میگوید من میخواهم یک ملتی رو بزنم اذیتش کنم چون میتوانم. استدلال اینه، چون میتوانم. و همین الان هم بحث شد بین دوستا که اگر کشورهای دیگر هم مقاومت بکنند و مخالفت بکنند بالاخره مجبورشون خواهد کرد. بله، ولی شما در این جایی که الان قرار گرفتیم به هیچ عنوان حاکمیت جمهوری اسلامی رو مقصر نمیدونید بابت رفتارهایی هست. ببینید این بازی مثل هر بازی دیگری، شما پیدا بکن اول مرغ بود یا تخم مرغ، اول جمهوری اسلامی شروع کرد علیه اونا یا اونا شروع کردن علیه جمهوری اسلامی، من نمیدونم، من وقتمو تلف نمیکنم. مسئله سر اینه که این وضعیت وجود داره و ملت ایران از هر دو طرف داره میکشه و من که صحبت از منافع ملی میکنم به هیچ وجه اینجور نگاه نمیکنم که منافع ملی من در این است که یک آقای سوار بر اسب سفید از آسمان بیاید و جمهوری اسلامی را بکشد و من رو به جای او بگذارن. این تفسیر نیست، این استدلال نیست، این منافع ملی نیست. درست. اجازه بدید کیوان برگشته با ما کیوان رو هم وارد بحث بکنیم. کیوان امیدوارم صدای من رو بشنوید. پیش از اینکه این توییت آقای ترامپ آقای پومپئو منتشر بشه در مورد اینکه این تحریم‌ها برمیگرده داشتیم فکر می‌کردیم که اصولاً چه راهکارهای آمریکا داره. یکی از راهکارها هم همین بود. حالا فکر می‌کنی که واکنش دیگر اعضا چه خواهد بود؟ نکته مهم همین هست که تا اون روزی که آقای پومپئو بهش اشاره کرده، یعنی روز 20 سپتامبر، هنوز کسانی که با آمریکا مخالف هستن فرصت دارن تا از خودشون ابتکار عمل نشون بدن. تا همینجا هم بر مبنای آنچه که در قطعنامه 2231 شورای امنیت اومده بود دیدیم که به هر حال مذاکراتی صورت گرفت، نامه‌نگاری هایی شد که تا اندازه‌ای هم بی تأثیر نبود و رئیس دوره‌ای شورای امنیت که کشور اندونزی هست و تا 4 روز دیگه البته جاشو به یک کشور دیگه، کشور نیجر خواهد داد، با هر گونه اقدامی در شورای امنیت مخالفت کرد. میدونیم بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت اگر ظرف 10 روز کشورهایی که درگیر هستند قطعنامه‌ای رو برای تمدید لغو تحریم‌های ایران به شورای امنیت ارائه نکنند، از رئیس دوره‌ای شورای امنیت خواسته شده که حتماً چنین قطعنامه‌ای رو به شورای امنیت ارائه بکنه. اما به هر حال اونجوری که از لحن توییت آقای پومپئو برمیاد اینطوری به نظر میرسه که دیگه در این لحظه این روند اداری و بروکراتیک چندان برای ایالات متحده آمریکا اهمیت زیادی نداره، به خاطر اینکه بر اساس قطعنامه 2231 اگر بپذیریم که آمریکا میتونه گزینه ماشه رو فعال بکنه، اون وقت دیگه مهم نیست واقعا در این 30 روز چه اتفاقی میفته. در نهایت در پایان 30 روز باید تمامی این تحریم‌ها برگرده. برای همین هم هست که اسمش هست اسنپ‌بک یا گزینه ماشه، به این معنا که به شکل خودکار، به شکل اتوماتیک برمیگرده و آمریکا اصرار داره بر این موضع. از این جای کار همینطور که تو هم در مقدمه اشاره کردی و کارشناسانی هستند که این اعتقاد رو دارند که مسئله سیاسی هست نه حقوقی، به این معناست که آنچه که به طور جزئی و بر اساس مبانی حقوقی در ارتباط با قطعنامه 2231 داره مطرح میشه دیگه چندان اهمیت نداره. ما 2 ادعا داریم در روز 20 سپتامبر. یکی اینکه آمریکا خواهد گفت تمامی قطعنامه هایی که پیش از برجام علیه ایران تصویب شدن، این رو هم در پرانتز اضافه بکنم که این قطعنامه ها فقط قطعنامه های تسلیحاتی نیستن، تمامی این قطعنامه های تحریم ها لازم الاجرا خواهند بود برای همه کشورهای جهان. در مقابل گروهی دیگر از کشورها که در میانشان در واقع بریتانیا و فرانسه، 2 عضو اروپایی دائمی شورای امنیت، چین و روسیه 2 عضو دیگر دائمی شورای امنیت، با این ایده مخالفند. از اینجا به جای مبانی حقوقی، مبانی دنیای سیاست هست که برای سرنوشت این مجادله تصمیم خواهد گرفت. مسئله قدرت سیاسی و اعتبار بین المللی که کدومشون بتونه حرف خودشو به کرسی بشونه. آقای جریترانی، دیدیم که در واقع رئیس آژانس هم به ایران رفته بود، در اونجا یه بیانیه مشترکی دادند و عملا به نظر میرسه که کم و بیش ایران داره یه بخشی از مشکلاتش رو ممکنه بتونه با آژانس حل بکنه و تمام بحثا بر سر برجام این بوده که بحث اتمی بوده در درجه اول و الان اگر ایران نشون بده که پایبند بوده به تمام مفاد برجام، گرچه شاید شما بگید به روح اون پایبند نبوده، اون وقت آمریکا در چه شرایطی قرار میگیره؟
بله من خدمت شما اینو پاسخ میدم، اما اجازه دارم یک اشاره هم بعدش در مورد منافع ملی، چون امر بسیار مهمیه، فکر میکنم شاید مهمترین بخش این صحبت ما باشه داشته باشم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله ببینید، من اول یک شاید در واقع نمیدونم بگم نقطه ضعف یا یک کمبودی رو اینجا طرح بکنم. ببینید بی بی سی کارشناسان حقوق بین‌الملل آورده، استاد حقوق بین‌الملل آورده، این کارشناسان هستند و صحبت می‌کنم و در این زمینه که این امر مسئله مکانیزم ماشه مسئله خیلی پیچیده‌ایه هی صحبت کردن. الان یک ماه دو ماه نه صرف هم بی بی سی، کلا رسانه های فارسی، کلا این که خیلی این مسئله پیچیده است از جهت حقوقی، ولی چون پیچیده نبود و چون نمیتونن بگن که پیچیده نبود ما اشتباه میکردیم، الان باید بگن که حقوقی نیست و سیاسی است. الان مطمئنی که پیچیده نبوده برای اینکه ممکنه فردا چیز جدیدی بشنویم؟ بله من مطمئن هستم که پیچیده نیست، به این خاطر که به احتمال خیلی زیاد خیلی تعجب خواهم کردش. این تحریم‌ها به همین سادگی برمیگرده و مکانیزم ماشه به همین سادگی که فعال شد فعال میشد. خود قطعنامه این رو داره توضیح میده. بعد حالا ما داریم ضعف به آمریکا میگیریم که از جهت حقوقی آمده کاری رو انجام داده که غیر حقوقیه یا پیچیده است یا خلاف قانون شورای امنیت یا از این حرفا داریم میزنیم. خب من سوال دارم، آیا کارشناسان حقوقی ما، آیا روزنامه نگاران ما، مجریان برنامه نمیان نگاه بکنن وقتی که آژانس به عنوان یک نهاد واچداگ، یعنی یک نهاد نگهبان ناظر برای مسئله هسته‌ای، میاد با جمهوری اسلامی توافقی میکنه که جمهوری اسلامی میگه من این دو جا رو بهت نشون میدم، جای دیگه هم سوال نکن از من، اونم میگه چشم من دیگه سوال نمیکنم. یعنی این اصلا کل ماهیت و مکانیزم و اصلا هدف وجودی آژانس رو زیر سوال میبره. آژانس هر لحظه باید نگاه بکنه به فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو خودش، بیاد یه همچین توافقی بکنه. آیا کسی آمد از جد حقوق بین‌الملل بگه که این حرف متعارضه، این معنا نمیده، این سیاسیه، نه اقدام آقای پومپئو و آقای ترامپ؟ برای این فکر میکنید اون چه که در تهران هم اون بیانیه مشترکی که انجام شده بیانیه خوبی نیست، ولی خب همه، یعنی تمامی کارشناسان میگن که ایران تنها کشوری است که با این شدت بازرسان آژانس درش از اماکن اتمی و مراکز تحقیقاتی میتونن بازدید بکنن. کشور دیگه ای حداقل ما نداریم که با این حد بازرسی داشته باشه. بیایم با خودمون صادق باشیم، ما هممون ایرانی هستیم، ایران برامون مهمه. آیا کسی تردید داره که جمهوری اسلامی، آخوندهایی که من جزو اون خانواده هستم، سپاه، اینها میخوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن و همه موضوع بازدیه؟ ببخشید آیا ما بنده به ایشون بگم که شما حرفتون کاملا درسته، ولی ما برای اون حرف نیومدیم اینجا. ما برای این نیومدیم اینجا که سپاه درست میگه یا آخون درست میگه یا اوکی. ما داریم صحبت از این میکنیم که یک قدر قدرت بین المللی میگوید من میخواهم بزنم یه ملت رو نفره بکنم و میتوانم، چون میتوانم میزنم. صحبت از آخون، کسی صحبت از تعریف از آخون نکرد. صحبت از ملت هست، صحبت از کشور ایران هست، صحبت از حیثیت ایران هست، صحبت از وقار و بودن ایران هست. آقای ترانی، این برمیگرده به مسئله منافع ملی. ببینید منافع ملی رو اینطوری که آقای مشتری‌زاده‌ام گفتن، رفاه، بقا، حیثیت، امنیت ملی، اینها رو جز منافع ملی دونستن. درسته، کاملا درسته. دقیقا من هم وقتی صحبت کردم که نقش من شهروند کجاست، یعنی دارم به منافع ملی نگاه میکنم. منافع ملی جان انسان هاست برای من. منافع ملی اون دانشجویه، میتونست دانشجوی آقای مجتهدزاده باشه، دانشجوی علوم اجتماعی کردی که داره کولبری میکنه و تیر میخوره، دانشجوی فوق لیسانس علوم اجتماعیه. آقای مجتهدزاده الان در لندن زندگی میکنن. درسته که ایشون اشاره میکنن که من در ایران هستم وضعیت رو میبینم، ولی در حال حاضر در لندنن و اون کولبر الان بار رو دوشه. من منافع ملی رو اونجا میبینم. آقای جلالی، اجازه بفرمایید. خواهش می‌کنم اگر اجازه بدید شما ببینید
شما دارید که مسئله رو جور دیگه نگاه میکنید. من تقدیر میکنم این احساسات ملی گرایی و مردم گرایی شما رو، ولی اینجا جای بحثش نیست. به هر حال خب ایشون هم میفرماین که مشکلشون یعنی جانم صحبت من رو قطع کردن، اجازه میفرمایید؟ بفرمایید. ببینید، منافع ملی اتفاقا اهمیت بسیار زیادی داره، دلایل خیلی واضحی. ما دو حالت داره. اگر آقای مشتاق‌زاده تحلیل رو در یک امری نگاه میکنن که ما انگار تماشاگر تیم فوتبال هستیم، شما تحلیل علمی رو بی‌طرفانه انجام میدید. تحلیل علمی باید بی‌طرفانه باشد. آقای مشتاق‌زاده بذارید صحبتشون رو بکنم، بعد بیاین وقت رو به شما بدیم که شما صحبت کنید. من اتفاقا به بی‌طرفی اعتقاد ندارم، چون شهروندم. خب دیگه بحث سلایده. حالا اجازه فرمایید، نظر متفاوتی دارم. ببخشید، خیلی معذرت. ببخشید، ما برای اینکه اشتباه نشه، موضوع مخلطه نشه، منظور این نیست که شما در زندگی بی‌طرف باشید. منظور این در این بحث، در این تحلیل، در این تجزیه و تحلیل کردن ها، شما باید دنبال حقیقت روی زمین بگردید، نه اون چیزایی که دوست دارید. ادامه بدم؟ بفرمایید. دقیقاً در همین بحث من خودم رو به عنوان یک شهروند که منافع ملی در واقع در شکل شهروندی من تعریف میشه، برای من باید باشه. ببینید، منافع ملی که تجریدی نیست برای ملت. مهمترین منفعت ملی من اینه که حکومت جمهوری اسلامی نباشه. این مهمترینه، این اولین قدمه. مسئله شخصی شونه. این از نظر ایشونه. خب به هر حال مسئله شخصی شونه. به هر حال از نظر ایشون مهمترین منفعت ملی شخصی ایشونه. این هست. ولی میخواستم از شما بپرسم، از روزی که آقای مشتاق‌زاده، از روزی که آمریکا از برجام خارج شده که دو سال میگذره، ایران یه قدم‌هایی برداشته و عملاً تعهداتش رو کاهش داده کم کم و عملاً دوباره سرشاخ شد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. حالا می‌بینیم که کم و بیش الان دارن در تلاش هستن که اون مسائل رو برطرف بکنن. اقدامات ایران رو چطور می‌بینید و فکر می‌کنید بعد از 20 سپتامبر اگر این تحریم‌ها برگرده دولت ایران باید چه بکنه؟ ببینید، تا اونجا که من درک می‌کنم از اوضاع، ایالات متحده آمریکا دنبال این هست که با افزایش بر این سیاست، با بالا بردن سیاست فشار حداکثری، شرایط پیش بیاره که ایران از برجام بیاد بیرون. خب اگر ایران دست به همچین کاری بزنه، که یه وقتی نزدیک بود که این کار رو بکنه، حتی صحبتشو کرد، عرض کنم ایالات متحده آمریکا به نتیجه خودش میرسه. ولی مثل این که اینطور که من استنباط میکنم که حسن روحانی هم متوجه شد که اون کار غلطه و نباید که در این شرایط ایران از برجام بیاد بیرون. لاجرم اینها دارن یک تاکتیکی رو دارن پیگیری میکنن که قدم به قدم کم بکنه تا اونجایی که میشود فشار رو بیشتر بکنه و تعهدها رو کمتر بکنه، که بلکه بتونه موازنه لازم رو در این معادله برقرار بکنه. در حال حاضر منتظر انتخابات آمریکا هستند. به نظر من کار بسیار احمقانه یه برای ایران در این رابطه اوباما و عرض کنم حضور شما که ترامپ و این آقای جو بایدن هیچ فرق نخواهند کرد. اونا اگه در تهران منتظرن که جو بایدن انتخاب بشود و اونها رو نجات بده، سخت در اشتباه هستند. حداقل کاملا هریس که در واقع با آقای بایدن دارن رقابت میکنن، او دیشب گفته که برمیگرده به برجام و برمیگرده به تعهدات برجام. بگوید، ولی وقتی برگردد به چیز برجام، خود برجام همین قطعنامه‌ای که ما داریم صحبتش میکنه، صحبتش چی هست؟ کاهش دادن تسلیحات موجود ایران. توجه کردید؟ لاجرم اونم خوب نیست برای از دید ایران، از دید جمهوری اسلامی دارم میگم. لاجرم بسیار احمقانه است که شما فکر بکنید اینجا همه است تخم مرغاتون رو تو سبد آقای ترامپ، آقای جو بایدن بذارید که ایشون برنده میشه و ما نجات پیدا میکنیم. یه چمچه چیز نیست. بخش اعظم این سیاستی که پیگیری شد قبل از ترامپ از زمان جورج بوش دوم، جورج بوش پسر پیگیری شد،
برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی، برای همین که ترامپ خیلی راحت میگه برای اینکه راهش عوض کنه، سیاستش عوض بکنه. عرض کنم حضور شما که حتی ما دیدیم، همت شما گفتید خواهان براندازی جمهوری اسلامی نیست. این رو با این پنبه ها رو باید دوستان ما در امریکا از گوششون در بیارن. ترامپ حتی اعلام کرد که عرض کنم من هرگز با ایران نمی جنگم. نه تنها اون، بلکه آقای چیز رو مشاور امنیتیش رو که جنگ طلب بود، جان بولتون رو از کار کنار گذاشت، برای اینکه جنگ طلب بود، میخواست با ایران بجنگه. دیگه چه علامت ها و نشانه هایی رو نشون بدهد که نمیخواهد؟ آقای ترامپ فقط یک مسئله داره و از اول هم شما تاریخچه رو نگاه بکنید میبینید چه این برجام بسیار خوب است، ولی کار آقای اوباماست. اوباما نباید امضا میکرد، من باید امضا کنم. الان هم همینه میگه، من آمدم بیرون میخوام با ایران مذاکره بکنم. برای چی مذاکره کنی؟ دوباره برگرده به همین توافق برجام، منتها به امضای او. بچگانه به تمام معنا. ولی در این حال این سیاست جا افتاده ایالات متحده امریکاست، با تغییر رئیس جمهور نمیتونه یک به کلی عوض بشه. این سیاست فشار علیه ایران، عرض کنم حضور شما که تا حالا به شدت زیادی پیگیری شد، یک شبه نمیتونه عوض بشه، بلکه من فکر میکنم صد شبه هم نتونه درست عوض بشه. ممکنه تغییراتی بکنه ولی از بین نخواهد. آقای تهرانی، آقای مشهدزاده معتقدن که عملا شما که در آمریکا نشستید و کسانی که به دنبال براندازی در ایران هستن، تخم مرغ‌هاشون رو در سبد آقای ترامپ گذاشتن. آقای ترامپی که عملا هم نمیخواد که براندازی انجام بشه. آیا اینطوره؟ قطعا نه. اتفاقا من اشاره کردم، گفتم جاهایی که ما بتونیم منافع ملی خودمون رو به عنوان شهروند، جایگاه شهروندی خودمون رو بشناسیم، تشخیص بدیم، ببینیم تا چه حد در سیاست خارجی آقای ترامپ وجود داره، میتونه انطباق داشته باشه، ما باید از افراد به عنوان ابزار استفاده کنیم. من خودم به عنوان یه فعال سیاسی به دوستانم همیشه میگم من یه ابزارم، ما باید ابزار باشیم. آقای ترامپ هم یک ابزار برای ما برای رسیدن به دموکراسی در ایران. اون جایی که میتونه پیش بیاد، اون جایی که نمیتونه پیش بیاد، بارها دیدیم در تناقضش در مورد افرین، در زمینه‌های مختلف، در مورد همین مسئله مذاکره صحبت‌هایی که میکنه، و حتی این مسئله اسنپ بک یا مکانیزم ماشر هم بدون تردید آقای ترامپ برای منافع خودش، منافع حزبیش و دوباره رئیس جمهور شدنش هم پیش برده. هرچند که از جهت زمانی مسئله تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی تا قبل از انتخابات تمام میشد، ولی بدون تردید آقای ترامپ نظر به انتخابات خودش هم داره، میخواد برنده بشه و این مسئله رو پیش میبره. اما این برای من شخصا اهمیت نداره. در این قسمت من مثل آقای مجتهدزاده سعی میکنم یک تحلیل بی‌طرفانه داشته باشم، چون منافع من در اون قسمت نیستش. من دارم نگاه میکنم دعوای بین دو حزب آمریکا چی هست. و همونطور که اتفاقا ایشون هم اشاره کردن، آقای بایدن هم سر کار بیاد، ببینید اون سوم نوامبر که یک دفعه همه چیز عوض نمیشه، تازه دو ماه بعدش هنوز آقای ترامپ در آفیس هستش. همین چهار ماه رو در نظر بگیرید و بیش از اون، اگر قرار باشه که مذاکره با جمهوری اسلامی صورت بگیره و برجامی باشه، بدون تردید تیم آقای بایدن هم برنده بشن، نمیتونن مسئله موشکی ایران رو و نمیتونن فعالیت‌های منطقه‌ای ایران رو، شرارت‌های منطقه‌ای ایران رو در واقع نادیده بگیرن، چون اونها هم طرح شده کاملا. به همین جهت به نوعی این تطبیق رو خواهند داشت با مسئله. و تازه معلوم نیستش که آقای ترامپ اگر دور دوم بشه بخواد مذاکره بکنه، میتونه حتی به نفع جمهوری اسلامی باشه، برعکس باشه. دایم. این جمهوری اسلامی است که تخم مرغ‌های خودش رو در سبد آقای بایدن ریخته، و بیش از اینکه روحانیت معظم شیعه، بیش از آن که منتظر امام زمان باشه، منتظر ظهور آقای بایدن هست. آقای کیوان، بذار تو بیای وارد بحث بشی و نشانه هایی به هر حال وجود داره از سمت کمپ انتخاباتی آقای بایدن و کاملا هریس که تغییراتی میتونه اتفاق بیفته. اینجا هم بحث کردیم راجبش، همه هم میگن که اینطور نیست که واقعا برای ایران هم شرایط بهتر بشه یا تغییری بکنه. اگر این تحریم ها برگرده، آیا
راهی رو میشه پیش رو دید که تیم انتخاباتی تیم بعدی تغییری بتونه به این راحتی ها در اون به وجود بیاره؟ هم بستگی به واکنش جمهوری اسلامی ایران داره و هم تدابیری که باقی قدرت‌های جهان و باقی اعضای دائمی شورای امنیت پیش‌بینی بکنن برای مقابله کردن با این تحریم‌هایی که آمریکا خواهد گفتش که در روز 23 سپتامبر بازگشته. تا جایی که ما داریم می‌بینیم از طرف ایران نشانه خیلی واضحی وجود نداره و اتفاقاً برعکس به نظر میاد که به هر حال ایران تا انتخابات ریاست جمهوری می‌خواد در برجام بمونه. شاید بعد از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مثلا آقای ترامپ برنده انتخابات شد، جمهوری اسلامی ایران تاکتیک خودش رو تغییر بده، اما برای کوتاه مدت نگاهشون ظاهرا این هستش که منتظر بمونن تا انتخابات از راه برسه و جو بایدن اونطور که وعده داده به برجام برگرده. اگر این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی ایران میتونه این موضوع رو یک پیروزی بزرگ برای خودش قلمداد بکنه و در واقع به خاطر رسیدن به این پیروزی هم هست که تا این اندازه داره دشواری ها رو تحمل میکنه. اما اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه، و من هم یادآوری بکنم همونطور که بهمن گفت این هم امای بزرگی هست، واقعا دشوار هست پیش بینی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. به هر حال اگر این اتفاق هم بیفته، نکته کلیدی که این وسط وجود داره نقش و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد کلان هست، همون چیزی که آقای جلالی تهرانی بهش میگه شرارت‌های ایران در منطقه، یا اونطوری که از سوی برخی از طرف طرفداران جمهوری اسلامی گفتمان محور مقاومت توصیف میشه. حتی برجام هم نتونست این استراتژی رو در جمهوری اسلامی ایران تغییر بده، چی برسه به اینکه حالا مثلا در انتخابات ریاست جمهوری یا اومدن یک رئیس جمهور دموکرات دیگه. قطعا این موزه که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و بسیار هم تنش‌زا هست در منطقه تغییر نخواهد کرد. نکته دومی که به نظر من اهمیت داره و باید حتما بهش فکر بکنیم این هستش که الان در سال 2020 منطقه هم با سال 2015 تغییرات جدی به خودش دیده. در منطقه در سال 2015 چهره‌هایی مثل محمد بن زاید یا محمد بن سلمان نفوذ و قدرتی که امروز دارن رو نداشتند. حتی امارات و عربستان و سعودی و تعدادی از این کشورهای عربی سیاست خارجیشون تا قبل از سال 2015 میتونم بگم تا اندازه زیادی محافظه‌کارانه‌تر هم بود. اما بعد از اینکه 2015 برجام اتفاق افتاد، 2016 دونالد ترامپ در اونجا به قدرت رسید، در منطقه خاورمیانه هم تغییراتی اتفاق افتاد و خط‌کشی‌های جدیدی اتفاق افتاد و ائتلاف روبروی ایران بسیار منسجم‌تر شد و حتی ایده پردازی‌هایی که محمد بن زاید در ارتباط با اونچه که تهدید ایران توصیف می‌شد انجام داد به نتایجی هم رسید، مانند ائتلاف‌های نظامی که شکل گرفت. در چنین زمینه‌ای و در چنین وضعیتی آقای بایدن قطعاً ناچار خواهد بود که همچنان به خاطر متحدین عرب خلیج فارسش، به خاطر اسرائیل، مواضعی که در ارتباط با جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کنه قطعاً 100% شبیه اون مواضع باراک اوباما نخواهد بود. ناچار هست که به این متحدینش هم تا اندازه‌ای گوش بده و شاید به برجام برگرده، ولی همچنان او هم فشارهایی رو به جمهوری اسلامی ایران وارد خواهد کرد. ادامه خواهد داد. شما آقای مشرز زاغران راجع به همین موضوع صحبتی دارین تا از این بحث استفاده بکنم و نقطه دیگری رو به توجه برسونم. در حقیقت مثل دوست ما میخوام که نظر شخصی رو مطرح بکنم. اونم این است که با توجه به فرمایشاتی که هر دو دوست ما انجام دادن الان با ما شنیدیم که درست است که سیاست خارجی ایران بلای جون ایران است. من نه تنها اینجا بگم، بلکه از این فرصت میخوام استفاده کنم مجددا تکرار بکنم به تصمیم گیرندگان در تهران، چقدر باید شما منتظر باشید و صدمه ببینیم و ملت ایران صدمه ببینه از این سیاست. عرض کنم حضور شما که مورد اعتراض همه کشورهای جهان است جز یکی دو تا چیز. ببینید من فکر میکنم این حرف رو اینجا تنها نمیزنم، این رو نوشتم در تهران، در سخنرانی گفتم، در مصاحبه ها تکرار کردم که وقت اون رسیده است آقای جمهوری اسلامی، وقت اون رسیده است که در سیاست خارجی ایدئولوژیکیمون تجدید نظر بکنیم. تا حالا 40 سال گذشت و ثابت شد بر ما که این سیاست خارجی ایدئولوژیکی بلای جون ایران شد. یه سوال کوتاه ازتون دارم، فقط بفهم. باید سیاست خارجی ایران مثل بقیه ملت‌های دنیا
پیگیر منافع ملی باشد. وقتی پیگیر منافع ملی باشی، شما با ملت‌ها دیگر سر جنگ و جدال ندارید، سر دوستی و همکاری دارید. شما صحبت از روسیه و چین کردید و خیلی هم فکر میکردن که بعد از این تحریم‌ها احتمال داره که بعد از اینکه تعلیق تحریم‌ها تمدید بشه روسیه یا چین اقدام بکنن و بخوان به ایران تسلیحات بفروشن. همچنان هم شاید این امکان باشه. فکر میکنین اونها ریسک این کار رو خواهند کرد؟ ما در نگاه به تاریخچه یکی دو سه سال اخیر روابط امریکا و چین دیدیم که عرض کنم چین در بسیاری موارد یه همچین ریسکایی کرد و همچین جسارتهایی نشون داد و بعدش هم شاخشون رو کشید. وقتی امریکا اعتراض کرد شاخشون رو کشید. اینا رو ما دیدیم. ببینید، ولی خب هر کشوری، هر قدرتی حد و حدودی داره، ظرفیتش محدود است. همچنان که در مورد آقای ترامپ که میخواست جنگ درست بکنه، یادتون هست یکی از محدودیت‌هاش این بود که رئیس پارلمان نانسی پلوسی رو در رو چشم به چشم گفت تو اجازه نداری همچین کاری بکنی. اینجوری نیست که ما با یک کشوری طرف باشیم به نام ایالات متحده که یک دیکتاتوری صدام حسینی باشد که هر چی رئیس جمهور میگه همون کار انجام بشه. اینجا یه دموکراسی هست و موانعش. چین اگرچه دموکراسی نیست ولی وارد، عمیقا وارد بازی های ژئوپلیتیکی بین المللی شد و بازدارندگی ها رو میشناسه، میفهمه کجا میتونه ریسک بکنه، کجا نمیتونه ریسک بکنه. بله، این ریسک رو انجام میده، یعنی با توجه به سوابق خیلی اسلحه فروخت به ایران. آقای جعفری، نظر شما چه هست؟ فکر میکنید که با وجود تحریم ها، حتی اگر نپذیره که این تحریم های سازمان ملل برگشته، با وجود تحریم های دیگر آمریکا، فکر میکنید چین یا روسیه ممکنه این ریسک رو بکنن؟ ببینیم. بله، ما در دوران چینی به سر میبریم که آقای شی جین پینگ در واقع رهبر چین هست و برخلاف گذشته چین، یا اون چیزی که بسیار از کارشناسان در مورد چین میگفتن که چین به طور کلی انگیزه های سلطه طلبانه نداره، ایشون داره. هرچند به اون معنای ابرقدرت ایدئولوژیکی که یه ارزش خاصی رو بخواد ارائه در دنیا ارائه بکنه مثل دوران جنگ سرد نخواهد بود، همینطور روسیه هم نخواهد بود، اما خب اونها تلاش خودشون رو میکنن که یک نوع موازنه ای با آمریکا برقرار بکنن. و از طرف دیگه مسئله تعامل بین المللی هم الان زیر سوال رفته. یعنی ما در یک دوران جدیدی روبرو هستیم که حالا فوکویاما قبلا یک کتابی نوشته بود، در واقع نهادها دارن افول میکنن، نهادهای سیاسی، از جمله شورای امنیت. الان صحبت از این هستش که در شورای امنیت هیچ وقت همچین بحران اینجوری نبوده. واقعیت این نیست. من حداقل اینطوری فکر نمیکنم که این مسئله برای شورای امنیت خیلی مهمه. شورای امنیت مدتی پیش از این اعتبار خودش رو از دست داد در چشم جهانیان، البته مشکلات زیادی داشت، ولی اون در واقع قتل عام و فاجعه انسانی بزرگ قرن 21 در سوریه بود که متاسفانه نام ایران توش بود و ما به عنوان ایرانی باید شرمسار تاریخ باشیم از سوری‌ها. بچه‌های سوری شیمیایی شدن. شورای امنیت در قبال نزدیک به 500,000 نفر گفته میشه کشته شدن، هیچ واکنشی نشون نداد. از جهت اخلاقی شورای امنیت زیر سواله. الان هم در این یک مورد خاص، فقط این مورد رو میگم، من اصلا طرفدار آقای ترامپ نیستم، ولی در این یک مورد خاص که مسئله مکانیزم ماشه و تمدید تحریم تسلیحاتی است، در واقع تیم ترامپ آمدن در شورای امنیت رو در یک قضاوت اخلاقی قرار دادن. یعنی ما 10 سال دیگه به تاریخ نگاه کنیم میگیم که این کشورها بودن که حتی تحریم تسلیحاتی یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که اینقدر شرارت به خرج میده رو نیمدن پاش بیستن. در مورد صحبتی هم آقای حسینی کردم، من فقط یه اشاره بکنم چون نکته مهمی بود. یکی وقت زیادی نداریم. بله، خیلی کوتاه میگم. یکی نکته ای که گفتن که بایدن مثل اوباما نخواهد بود و این به نظر من خیلی مهمه، جمهوری اسلامی باید اینو در نظر بگیره، اون خیالات رو نکنه.
و دومی که کشورهای عرب هم محافظه‌کار بودن، هنوزم محافظه‌کارن. ببینید در مقابل حمله‌ای که به آرامکو شد، حالا بحثاش که کی بود و اینا هست، ولی خب خیلی در ذهنشون اینه که به هر حال جمهوری اسلامی بود دیگه. آقای تهرانی، ما متاسفانه وقتمون تمام شده، این برنامه‌شون زنده هست، باید همینجا به پایان برسه. ممنونم از شما مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین‌الملل، کیوان حسینی همکارم از لندن با ما، و اینجا در استودیو پیروز مشتاق‌زاده که به ما پیوسته بود. و ممنون از شما که با ما بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه است. این برنامه رو میتونید به صورت در واقع تکرار این برنامه رو میتونید در یوتیوب هم نگاه بکنید. شب و روزتون خوش.